ولی با وجود این ببین اینا از نظر آمریکا به عنوان میتونه نیشن، ولی ما باید we have to know about Christianity که ببینید Christianity به ما ظلم زیاد کرده. ما هفته جمعه صحبت کردیم که چقدر اینا it's wrong که آدم بره مثلا New Year's Party چیز بده، در صورتی که بدونیم تو اروپا از بین به خصوص تو این هفته بین کریسمس و New Year's Day اسرائیل خودشون پنهان میکردن از ترس، چون چقدرهای اسرائیل رو سر میبریدن اینا که میگفتن بله شما خدای ما رو کشتین بیسیکلی. و چیزی که اینا چیزی که الان ببینین اصولا الان اینا این صحبت ها هست که everything it's right we need to be aware of that. ولی یک موضوعی که ما میتونیم جدا یک پندی از کریستیانیتی یاد بگیریم، صحبت که دیروز هم بود این بود که ببینین در ابتدای وقتی که یشوع نصری اومد و این مذهب رو ابدا کرد که راجع به ریشه‌اش هم صحبت کردیم ولی وقتش نیست، میدونین در اوایلش اصلا خودش اصلا مثل که تو چیز نوشته که من نیومدم هیچ میتسوای تورا رو ابالیش بکنم، نه سریعا خودش میگه اضافه بکنم میگه آره میگه he was Jewish میدونی میگه he was Jewish بله و میگه که right. ولی بعدها you have to realize it's very important. بعد می اوایل مسیحیت به اون صورت هواخا نداشت. یعنی چی؟ اینو تو کامن اینو وقتی که جدن چیز شد که همه میتسوه ها سر جاش هست اینو بعدها 350 سال that's what he was saying us yesterday 350 سال بعد از اون که یشوع مخشم و اولام رفته بود اون وقت حالا چه اولامی رفته بود اونم بگذاریم اونم راجبش صحبت کردیم I don't want to repeat myself ولی 350 سال بعدش وقتی کنستانتین اومد و چیز کرد و اینا یک شخصی به اسم پال که میگن شاول بود اسمش یعنی اسرائیل بود و حالا کی فرستاده شد اونم یک بحث دیگه است. این اومد و این کنستانتین میخواست به سلام تمام چیزهای روم رو با هم متحد کنه و اومد گفت که لک شما و وقت این چندین و چند سکت مختلف بودن چیزای مسیحی که اصلا چیزاشون زمین تا آسمون هم دیگه فرق می‌کرد با هم دیگه هیچ چیزی نداشتن هیچ اتحادی بینشون نبود. این اومد کنستانتین 350 سال بعد از اون که یشوع کشته شده بود دار زدنش یا حالا صلیبش کردن بگذاریم کی کردم بگذاریم اونم چیز نیست، ولی 350 سال بعدش این اومد گفت لوک دیس از دات گونه گفت اینی واز گت ا گود سنس اف بزنس گفت واسه اینکه این مذهب جدا پا بگیره و واسه اینکه بتونه این پیگنا را این بت پرستا را بیاره به اصطلاح به یک جورایی به خدا پرستی که البته خدایی که شریک داره و نمیدونم به چیز اینا چرندیات اینا که رو پسر آدم شده از این حرفا گفت ببین وی هاف تو سیمپلیفای و چیکار کرد گفت یو نو وات forget about تمام میتسوات همه اینا رو بزن کنار فقط و فقط گفت چی گفت بهشون گفت ببینید فقط if you just believe in him that's all what it takes فقط you believe in him you're gonna be was thinking that's it جدن مسیحیت به جز این چیز دیگه نداره هیچ چیز دیگه نداره هیچ میتسوای دیگه نداره. این اومد 613 فرمان ها فقط تو یه چیز کرد گفت just believe in طبق این هم اینیم طبق دکترینه به اصطلاح پول رایت اگه مثلا یه مخشوم هیتلر هم میومد آخر چیزش واقعا میگفت I believe in Yashka that's it that's all what it would take for him to be redeemed و علما بوده شد that's it these are facts ببین اینا اینا تو چند دفعه دیروز صحبت موضوع من امنا تا اینکه تو from Talmud etc برین کتاب های تاریخ رو بخونیم و البته ببینین این چیزی که برای ما داره ببینین if there is no pain there is no gain رو وایرنبرگ زدسل یه دفعه راجبه همین مپس صحبت میکردم گفتم ببین توی که از یه دفعه باشون شبتون داشتیم و ازشون پرسید گفت راجبه مسیحیت پرسید رو وایرنبرگ اینجوری گفتن I would not forget his lecture گفتم ببین مرتب تو مارکت تو چیز میبینی there is a new diet که میتونی هر چی دلت میخواد بخوری فلان and you're gonna lose نمیتونم so many pounds and everybody falls for that ولی the truth is that you know they do not work این چیزایی که بهت میگن میگم the only thing that is going to help is we have the right on a regular basis to have the right diet
exercise, etc. There's no other, you know, there are no quick fixes. ولی گفت مردم they want quick fixes and مردم they fall for quick fixes. و می گفتن فرمودن گفتن Christianity it's a quick fix. Christianity و لهفدیل بازم چیز گفتن ریفورما هم یه جورایی میدونیست same concept. اسرائیلی به اصطلاح ریفورم اینا هم همه کاری کردن. Right? ریفورم یه چیزی مثل Christianity هست. چی ها میگن؟ میگن که نمیگن نه میتوت هیچی ول کن. نه میتوت right just in a delight the idea که بله نشما تا ابد میمونه فلان اینم right یعنی ابدیت انسان etc همه چیزای شیرین و خوبی که ایمان میتونه بده را you could get it without all that hard work همه نمیزه که نه you don't need any mitzvot just believe in him یا مثلا reform it's the same thing just we have to rakha kamocha نمیدونم peace love etc they don't need همه میتسوت همش خیرات کنه ولی it just doesn't work it's exactly the same way که میدونین که Christianity it's basically it's a shell right it's not you know it in any kalipas there is no how could you چیز باشه که فقط اینو just you know هر چیزی تو دنیا کردی فقط you just believe in him that's it a quick fix which quick fixes do not work the same problem is with right with reform Judaism it's the same thing you cannot have all those promises of eternity or lama without having the mitzvot without really keeping all the commandments و البته حالا یه لول بیاریمش به زندگی خودمون نزدیک‌تر بکنیم it's all about life که باید ببینید این دنیا آدم اینو ما همه راحت طلب هستیم right و we love quick fixes ولی quick fixes don't work If there is no pain, there is no gain. If there is no pain, there is no gain. It's so remarkable. I was just reading a biography of Rav Shach. Rav Shach, you know, it's amazing. Rav Shach, Hassan, I always knew about Gadlut Torah. But it was just last time I was reading, meaning, it was a bad thing. I mean, look, Gadol Israel, it's not that we're all the Shas and Balad and all the Gemara and Torah. No. The subject is the same. خصوصیات شخصیشونه So I was reading میدونین راب بن داوید میدونین شروع کرد تو بنی براک مؤسسه به اسم اورخیم کلان 3000 بار خواهد چیز داره بعدا راب بن داوید اینجوری درست میکنه میذاره میده So اتفاقا این دانشجوهایی که تو اورخیم چیز میکردن خیلی همیشه تا وقتی که راب شخ در حیات بود این مثل پدرشون بود تو بنی براک بودن اینا اتفاقا نوشته بود 80 خورده سالش بوده دفعه حالش بد میشه فامیلاش میاد یه نامه یه چیز دادن رو در خونهش من رفته بودم به خونه راف شخ یه آپارتمان خیلی محقر میگن روششی رو حالش خوب نیست لطفا don't bother him right. بعدن روششی رو نشسته میگه هیچ کی نایمده میگه چی شده میگن هیچی ما چی شما کاغذ زدین که نایم شما میره بیرد کاغذ رو برمیداره right. میگه اگه هشم به من این 83 سالش بوده یه عقدش برخوب من بر میتسوای دوباره داده چون میدونین دوید ملخ میگه بر میتسوای دوباره چون تو تیلی میگه یه میشون تو با هم شیبه میشن 70 سال عمر متوسطه بالای 70 سال 13 سال دیگه من داده برای چی to be able to do for people right یه دختره میاد پیشش یه دختره یتیم میاد پیش راف شخ میگه کودا راف من به سن شیدوخیم رسیدم و یه پسر یه توی یشیوا تو یروشلایم واسه من به من معرفی کرده من نمیدونم باش برم بیرون نرم بیرون پدرم کسی نداره واسه من چک میکنه راف شخ میگه که don't worry من I'm gonna find out بعدش راف شخ با اون سنش 80 خورده سالش بوده بلند میشه فرداش میره یروشلایم میره تو یشیواه بیروش یشیوا میگه تو همچین تلمیدی داری میگه آره میگه من چجور بچه‌ایه سوال میکنم میخوام ببینمش از دور نزدیک فلان این میگه کدارم چرا زنگ نزدی به من گفت ببین اگه دختر خودم بود به یک زنگ زدن چیز میکردم دختر منه 80 رحمیر اونجا قشنگ چک میکنه برمیگرده به نبراک به دخترم میگه گو آی چکت رایت و میرن ازدواج میکنن ولی سی آی مین هی هاد سچ ا لوت حالا بعدش وای ام آی منشنینگ ایت ناو راف شخ این اصلا منو تکون داد راف شخ به نزدیکانش گفته بود که من روزی تو زندگیم نبوده که من ایسوری نداشته باشم. اگه گفتم من ببین
رف شخص 100 خورده سال عمر کرد، 104-105 سال فکر کنم. میگفت من روزی تو زندگیم نبوده که یه سوریم نداشت باشم و همیشه هم به سیمخا بوده. همیشه میگن هر کس نگاهش میگرده میگن که باز energized right you know. با وجودی که مرتب یه سوریم میگفت از بچگی چجوری من توی یشیوا اصلا بچه اینا از بچگی اینا یتیم میشه چجوری توی یشیوا یه تیکه چوب میذاشته زیر توی کنیسا میخوابیده اصلا دون چیز نداشته نمیدونم کفل اول فقر بعد خدا نیاره نمیدونم دختر 14 سالش که میگفت چیز چشمم بود نور چشمم بود همه گل همه خانواده ما بود خدا نیاره مریض میشه اولام میره آن ان آن ولی میگفت ببین با همه ایسوری مقدوش برو خوب قدم به قدم من رایت هر روز من احساس میکردم مثل دوید ملخ میگه مثل بچه کوچیک تو بغل مادرش سویسه زن امیزینگ ستوری میگه که سال تفشین آلف 73 سال پیش میگه من میخواستم تو اروپا نمیدونستم تو شهرمون نمیدونم جنگ شده بود و اینا نمیدونستم برم یه شهر دیگه تو اروپا یا بیام اسرائیل میگه مستعصر میگم هرچی بالا پایینش میکردم با چودایدی و میگفت منم توی شهر دیگه بودم خانمم توی شهر دیگه بود من قرار بود واسه خانمم تلگراف بنویسم It's amazing story میگه میخواستم من خود واسه خانمم یه تلگراف بفرستم که آیا میریم اسرائیل یا با هم دیگه بریم توی شهر دیگه اگه خود بریم اسرائیل قرار بود اصلا بریم فلان پورت بلیت بگیر اینا نمیدونستم میگه تو ای مستعصر بودم چیکار کنم میگه روزی که دیگه خود تصمیم بگیرم برم تلگراف کنه دو تا تلگراف حاضر کردم یه تلگراف که مثلا اوکی میریم مرس اسرائیل فلان روز بیا فلان چیز از اونجا بلیت میگیریم میریم یا میریم فلان یه شهر دیگه تو اروپا میگه دو تا چیز رو گرفتم دستم نمیدونستم اینا بکنم این تلگراف رو بفرستم یا کیو بفرستم رفتم تو تلگراف تو مثلا چیز پست میگه اونجا دیدم دیز لونگ لاین خوشحال شدم گفتم او هنوز میتونم هنوز میتونم تصمیم میگه مستعصر بودم ایده نو which way to go یه تصمیم حیاتی بود میگه همینجوری دستم بود رفتم اونجا نوبت من شد یارو گویمم چیزی که بود گفت فلانی بده من هنوز داشتم چون گفتم اومد گفتیم نه گفتم جوت تو همه صف معطل کردی اومد و یکی از اینا رو از من گرفت گفت برو پولشو بده برو بعد نگاه کردم دیدم اون که اومده چیه اون که برو اروپا است پس این واسه من تصمیم گرفت میگه این یارو تلگرام چیه این گرام این تصمیم گرفت یعنی عقدش برو خوب ببین میگه گذاش که این که ما این شو که ما اومدیم اسرائیل چون تلگرافی که جدن مخابره شد دیدم یکی مونده که گفته بیم به شهر دیگه این دستمه مثلا اون که این مخابره کرده اینه که میریم اسرائیل اومدیم اسرائیل و این اومد اسرائیل میگفت ببین چجوری همه دوشبه خوب و هی it goes on and on یسوریم ولی at the same time he was always همه میگن اطرافیاش he was full of energy با تمام این فشارها با تمام یسوریم he had سیمخت خیم میگن اصلا he had he took joy in life و چقدر بینه جدا میگن اصلا نمیتونه he was father for thousands of yeshiva boys دختری که تو سمیناری بودن they looked at him مماش like he cared for them as a father and always you know in spite of all the yesurim که خودش گفته بود که روزی نبوده که من yesurim نداشته باشم حالا whether it was physical it was pressures no matter what آدم اینجور داره میخونه میگه اصلا میدینیم مسائل خودش اصلا خیلی چیز میشن یا یعنی گم میشن که با دو میلیون میلیون چیز میگرفته فانریزی میگرفته ولی خودش سر ماه میرفته وای میستاده که پول قرض بکنه برای جاری خونه خودش بچه های ما تو به نبارات دیده بودن میگم من همیشه راجع به گردوتش به تورا میدونستم ولی جدن اینا ولی همه گدولی به ما it's not how much information they have their geniuses که همین رافشخ تمام شخص میدونی از حفظ بوده right. ولی the thing was که آدم این the greatness is when it comes to their میدونین همین رویهی که میدونین چجوری آدم با مشکلات زندگی میدونین چیز نشه خم نشه to carry on and to be there you know not to you know to be there to be such a balchese being there really you know to give to be givers like that بله امروز سال هارامبامه آرسی؟ فاین اوکی بریم سر تهیلیم به عزت هاشم کجا هستیم؟ میزمار
پی هی مزمور پی هی 80 و 85 پاسوخ تت پی هی پاسوخ تت می فرماین که اشمعا מה ידבר האל השם? כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו ואל ישובו לחסלה. אשמע מה ידבר האל. חלק אז מפרשים מגיען כי אינג'ו. אני בשנבא, הרדוש רואו מה את שם יגיע. ונבובת מגיע לדוד המלך כתשי, כי ידבר שלום אל עמו. عبدش برو خونجا راجب وقتی که مشیخ بیاد که ما صحبتی که گفتیم این پاسوب این مزمور تهیلیم خیلی صحبت میکنه راجب این دوران ما دورانی که ما بر میگردیم دو مرتبه به ارث اسرائیل بعد از خوربان بعد از خراب شدن بیت المقدس دوم و گفتیم که گاهان میفرماید که جدن این برگشتنه و ما باش میبینیم که دقیقا همونجور که گاهان گفته و اینجا پیش بینی شده است که میگه این برگشتن که ما برمیگردیم دفعه سوم به ارض اسرائیل خیلی شبیه کی خواهد بود؟ شبیه وقتی که به تواقش دوم برگشتن اسرائیل همونطوری که وقتی برگشتن اسرائیل با تأیید ملل دنیا بود، کورش بود، کورش کبیر بود که اجازه داد که ما به ما چیز کرد که به اسرائیل به تواقش بسازیم، همینطور هم به تمیقداش سوم این برگشتن که ما الان هستیم الان هم این چیز بود از چی شروع شد؟ از اینا اعلامیه بالفور و رایت که جدن با تأیید ملل بوده این سازمان ملل هم میدونیم سال 48 چیز کرد استقلال اسرائیل رو تأیید کرد ولی it's amazing the similarities که چی بود؟ که این برگشتنه این برگشتنی که اینجا داوید همه خیلی صحبت میکنه it's similar وقتی که برگشتن از بعضی از لحاظ it's similar شبیه اون برگشتنی که کی اتفاق افتاد در زمان کورش کبیر و هشم میفرماید ولی این برگشتن سوم داوود ملک تو تهیلیم داره میگه که چی با شالوم خواهد بود این یعنی نهایتش اینه که بدونیم وقتی مشیخ بیاد he's going to bring true peace to the world right و این دقیقاً یکی از میدونین چیزهایی که میدونین باز دو مرتبه حرف از سال نو مسیحی و فلان اینا هست جالبه که میدونین از اسرائیل هیچ کس قبولش نکرد چون اصلا میدونین it doesn't make any sense چون اگه جدن این مسیح بود مسیح همون مشیخ دیگه اینه که میگن مسیحی به فارسی میگن مسیحی مسیح کلمه مسیح از مشیخ میاد they claimed that he was مشیخ همونجور و میدونیم که این از جمله یک کتابی هست از رمبان رابن موشه بن نخمان که رمبان تو اسپانیا مجبورش کردن بیاد به یک مباحثه ویکوخ راجع به مسیحیت تو قصر پادشاه اسپانیا مجبور کرد پادشاه اسپانیا رمبان مجبور کرد که بیاد اونجا و جوابگو باشه چرا اسرائیل مسیحا قبول نمیکنن حالا بگذاریم اون کسی هم که تو این رجوع قبلا صحبت کردیم اون کسی که به اصطلاح طریق چیز مسیحیت ها جلوی پادشاه چه بیاد یک اسرائیل مسیحی شده بود خودش یک اسرائیل پابلو کریستیانی و اتفاقا اطلاعاتی هم داشت از گمارا اینا داشت و اونجا رمبان لطوپارش میکنه جدن هر کس میخواد if this is If you're interested in this topic, من فکر کنم به انگلیسی هم ترجمه شده. سفر ویکوخ. ویکوخ میشه چون میگن ویکوخ؟ مجادله دیبیت. Book of Debate. خیلی خیلی جالبه. چون تمام اینا را رمبان بعد از اون. البته میدونیم بهتون گفتم تو این مجادله قرار بود رمبان اول کار به پادشاه میگه. میگه تو میخوای جن ناظر باشی یعنی خودش میخواست پادشاه فردیناند ببینم که میخواست اونجا چیز بشه. We could stay. But please. تو مداخله نکن چون من نمیخوام به تو بی‌احترامی بکنم. So, you know, Ramban was very smart. از اول با شرط کرده بود که پادشاه مداخله نکنه. و اونجا جدن رمبان مسیحیت رو لطوپار میکنه. اصلا یکی از آرگومنت‌های اصلی رمبان اینه که میگه ببین توی اشعیا قشنگ گفته
شرایط چی است؟ وقتی مشیخ بیاد چی میشه کجا؟ از جمله نوشته توی شرایع میگه که وقتی مشیخ بیاد گار زعف این کوس حتی حیوانات وحشی رام میشن. اینا پاسخایی که if you go to Battery برین تو چیز United Nation این پاسخای شرایع روش نوشته راحت وقتی مشیخ میاد چجوری صلح خواهد بود اتسر. گفت کو صلح کجاست؟ گفت قشنگ اونجا تو دربار میگه شماها همین مسیحیت بیشتر از همه ما قتل عام کردین و کشتی راحت نمیدونم تمام این جنگ‌های صلیبی و اینا میدونین اینا شما حرف از شالوم میزنید کو پیس اینا واسه میگن سکند کامینگ دیگه اینا چون it doesn't make any sense. اصلا این ببینین جدا مسیحیت بزرگترین دروغ دنیاست. ماش it's the biggest lie in the world. It's pure nonsense. البته از دیدگاه ما چه مسیحیت و چه اسلام پیشرفت. قبلش اینا همشون بت‌پرست بودن. حالا حداقل اینا آره خدای ما رو قبول دارن میگن آره به صورت عادی چدم شده چرندیاتشون. یعنی to look at it متوجه هستین این برای نوع بشر از دیدگاه ما پیشرفته. تا اینکه وقتی همشون بت‌پرست بودن. مسیحیت و اسلام. Right? اسلام که بیشتر از مسیحیت خداپرستیه. ولی we have to realize it's you know اصلا تمام این چیزایی که اینا میگن اینا it's just the biggest lie متاسفانه. Right? We live تو کشوری که میدونین از یه نظرهای خوب آمریکا میدونین خیلی معتقدتر تو اروپا. اروپا اصلا میدونین تو اروپا کلیساهای bankrupt totally. ولی تو آمریکا باز حداقل میدونین بیشتر اینا یه امونایی دارن it's better که ببینن یک امونای داشته باشن تا که اصلا کاملا چیز باشن بدین بدون امونه باشن for sure. ما هفته پیش صحبت کردیم بدون امونه اگه آدم به یک higher authority اعتقاد نداشته باشه هیچ تو کار رو جبین صحبت کردیم چون این شروع صحبت نکردیم وقتی ها we spoke I'm confused. ببینید یه خانمی من نشود خانمی فکر کنم واسه من ایمیل فرستادن که where was God in Newtown right یه چیز کردن where was God in Newtown که این بچه های تفلک چیز کرده بودن سو هشم جواب میده میگه they kicked me out of the schools یعنی چون اینا تو پابلیک سکول های اینا دیگه اصلا نمیتونن حرف از اسم از هشم بزن. فقط جالبه من یه جای دیگه صحبت میکردم که ببینین وقتی که ابرام اوینی علاوه شالوم وقتی میره به گرار میدونین با داستانش آشنا هستین میترسید که بیان سارا رو بگیرن چی میگه؟ میگه به همه بگو که تو خواهر من هستی. ابیملخ هم میاد و سارا رو میگیره. شب اقدوش بارو خوب خداوند به خاطر ابراهام میاد باش حرف میزنه تو خواب ابیملخ میگه دست به این زن نزن این شوهرش ناوی منه. ابیملخ فردا میاد ابراهام رو احضار میکنه به قصرش و میگه من از تو دونم انتظار نداشتم فلان تو مانه دست کم گرفتی؟ میگه حالا میدراش کامپلیمنت میکنه چیزی که تو خود اینا چی میکنه ولی تو تورا میخونیم که ابیملخ میگه این چه کاری بود با ما کردی right. تو میدراش میگه که ابیملخ بهش گفت ما گرار ما پیش رفته ترین کشور تمدن دنیا هستیم. حالا whatever they had those از نظر فلسفه از نظر میدونم تجارت everything ما رو دست کم گرفتی. ابراهام بهش جواب میده میگه ببین همه حرفای تو درسته ولی رک این هیرعت الوکیم با ماکوم ازه. میگه تنها چیزی که it's missing here جا خدا ترسی اینجا نیست و میگه اگه خدا ترسی نباشه you could be the most advanced in the world you could be the از نازی ها میتونی بدتر بشی. ببینین اگر ببینین اگر یک مرام شهروندی به اصطلاح یک مرامی که انسان ها میخوان با همدیگه زندگی کنن قوانین و ضوابطش انسانی باشه این محکومه مردوده. چرا؟ تو چیزای انسانی عوض میشه. خدا بیا مردتش رو بارم که همشه این چیز میکردن این چیزای انسانی متوجه هستین اگه مثلا ضوابط شهروندی و یک زندگی متمدن بین آدم با آدم اگر اون قوانین ترشحات مغزی یک انسان باشه از بالا نمیاد اینجور چیزا همش عوض میشه. مثلا تو خود آمریکا میدونیم تو همین وست که باشه تو وست وایلد وست آمریکا ایت واز قانونی بود که دو نفر با هم دیگه اگه مسئله داشتن میرفتن تو مرکز میدون شهر هفته روشون هم یادتونه فیلم های وسترن همیشه نگاه میکردیم میمودن هم که زودتر هفته رو میکشن that's it, he's right this was accepted
اگه دوئل می‌کردن و تو دوئلی که زودتر هفتیر می‌کشه، سو هیز رایت که زودتر هفتیر کشیده، اون بدبخت که اون مرده، دات کی دیزروز ایت. دیس این قانون انسانی قبول شده بود تو آمریکا. بچه کورتاژ کردن که قتله تا 60 70 سال پیش whatever it was، یادم نمیاد که عوض کردن، it was considered murder، ولی عوضش کردن. اینا از اینجا گفتن نه نه دوئل کردن دیگه، حالا آدما به عقل رسیدن که دوئل کردن doesn't mean کسی که هفتیر زودتر میکشه he's right، باروخ هاشم اینا قبول کردن. ولی از اون طرف الان مثلا دیگه نه، دیگه الان کورتاژ کردن این قتل نیست. هر چیزی که ببینید آلمانی مخ شما هیتلر چجوری به قدرت رسید، انتخابات و فلان و اینا رایت، قوانین نیرنبرگ و آن 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 آن، همش قوانینی بود که انسان ها وضع کردن. قانونی وقتی یه رد، اگه ما قبول نداریم که تورایی هست، یک خدایی هست که به ما تزریق میکنه چجوری زندگی بکنیم، هر چیزی که انسانی باشه ایچ دوند. اگر چون انسان ها هر روز ممکنه چون عوض بکنن، الان باروخ هشم تو آمریکا right we enjoy freedom etc. میتونیم قشنگ تورا میتفوتا کرکتیس کنیم بیوتیفولی، خدا عمرشون بده. ولی تو خود همین آمریکا میتونه ورق برگرد از این ور به اون ور. What it takes right، یه کسی بیاد و انتخابات و فلان اینا اینا it anything could change اینا. هر چیزی که انسانی باشه انسان میتونن چیکار بکنن، میتونن حالا اینجوری تصمیم بگیرن یا اونجوری تصمیم بگیرن. مگه تو خود آمریکا وقتی بردگی نداشتن، حالا آزادشون کردن. They could decide any چیزی که انسانی باشه متغیره و you cannot count on it. حسین ابراهیمی میگه، میگه you are maybe maybe the most advanced، ولی وقتی اینجا گیرت، وقتی خدا ترس نیست، هیچی نیست. بنابراین با اینی که ببینیم اسلام، مسیحیت، اینا همش از دیدگاه ما پیشرفته. حقادوش برخوی یکی از رولایی که ما داریم باید خداپرستی و امونا رو تو دنیا ترویج بدیم و اسرائیل موفق شدن، چون هم اسلام و هم مسیحیت اینا همشون از یهودیت سرچشمه گرفتن. ما یه دفعه راجع به این کتاب کوزاری صحبت میکردیم. کوزاری پادشاه خزرها، اینم به انگلیسی ترجمه شده، beautiful beautiful، اگه بخواییم فلسفه یهود باش آشنا بشین، one of the best sources is the سفر کوزاری، the کوزاری به انگلیسی هم I think it's two volumes، it's a beautiful book. این منصوبه به رب یهوده حلوی، که رب یهوده حلوی تعریف میکنه که تو سواحل خزر، دریاچه خزر تو شمال همون اونجا یک پادشاهی بود به اسم پادشاه خزرها، که این آدم خیلی خوبی بود، آدم خیلی خوبی بود، ولی مرتب و خیلی was benevolent، به آدم خوبی میکرد etc. ولی تو خواب بهش میگفتن که کوانوتخا رتسویوت اخ معسخا لورتسویی، بهش میگن تو کوانات خیلی خوبه ولی کارات همش تو، یعنی آیینی که تو زندگی اجرا میکنی همش درست نیست. این چیز شد، این گفت که او پس حتما یک دین، یک داد و دین درسته. تو خواب من میگن که من رفتار به اصطلاح چیزم درست نیست، باید یک رفتار صحیح باشه که خداوند انتظار داره. اومد شروع کرد خواست راجع به ادیان مختلف تحقیق بکنه، comparative study of all religions. اومد ولی میرم از فلسفه های یونان دعوت کرد، از اسلام دعوت کرد و از مسیحیت بکنم، اصلا اسرائیل را دعوت نکرد. گفت اگر این مذهبی که انقدر منفور و همه اینا ذلیل هستن، این جودا اینا، اصلا از نماینده یهودیتش که دعوت نکرد، رفت مذاهب دیگه را دعوت کرد و دید تمام این مذاهب حرف از تورا میزنن. راحتی دید که مثلا وقتی مثلا از مسیحا پرسید آقا شما اوریجینش، گفتن آره درزن اولد تستامنت فور او، پس اینا تورا رو قبول دارن. راجع به اسلام صحبت چیز کرد، اونم دارن همینا میگن، اونم اسلام میگه که اول باید نمیدونم یهودیا خوبی باشه مسیحا، همشون برمیگردن به تورا. گفت اه اینجوریه، پس همه این یعنی تمام این مذاهب قبول دارن که این تورای اسرائیلی، تورای یه کتاب آسمانیه. گفت برام تو دی سورس. بعد رفت خاور اومد نماینده یهودیت را دعوت کرد تو این بحث ها و مجذوب یهودیت شد، اومد اسرائیل شد و همه کشورش هم باش اومدن اسرائیل شدن. That's the story of the Khuzars. چون همه اینا قبول دارن، همه اینا ادعای ما نیست، اینا همشون قبول دارن تورا، ما چی اینا رو قبول نداریم که نمیدونم نو تستمنت قرآن اینا رو ما قبول نداریم، هیچ ادعای ما قبول داریم، تورای ما برای گوی ما هم هست، تورا ما برای گوم هم هست. یعنی تورا هم واسه ماست
هم واسه اسرائیل هست و هم واسه غیر اسرائیل هست. واسه غیر اسرائیل هفت تا میتسوا دارن تورا واسه شون گفته right. ولی اونا همشون قبول دارن که our Torah is God given right. بنابراین ببینیم، ولی در این حال باید بدونیم this is in a, دو مرتبه it's not to say که چیزای هر چیز امتی که تو این مذاهب هست از تورا هست، هر چیزی که امت توش هست از تورا هست. ولی at the same time you have to realize که جدا روششو همشه میگفتن Christianity is the biggest lie. چجوری شاید میلیارد ها آدم دنبالش کشیده شدن. Because they all like the idea. The ideaی که میدونین که انسان میدونین از شمایم اومده، نشامه ما داریم، قبول دارن. که بعدن از اینجا که میریم زندگی تمام نمیشه. رایت نشامه ابدی است. همین they all like these ideas. It's beautiful ideas. از ما گرفتن. But they don't realize like to you need to keep the mitzvot. It's not like you're a philosopher because you just you believe in him and this and that's it. All what you, that's what it is. To Masihiyat, that's all what it boils down. Just believe in him. That's it. If you believe that he was the son of Una, Chizet Mikorne, Redimet Mikorne, that's all what you need to believe. This is garbage. This is the biggest lie. So I was going to tarif kardam ke Rabbi Yonatan Epshitz, vakhti he was a teenager. And he was known to be a یه نابغه بود که مثلا و مثلا تو نمیدونم 14 15 سالش جوون که بود دانشمندا میمدن ازش چیزای ریاضی و این ازش میپرسیدن. He was a prodigy. یه نابغه بود. بعد یه عده کشیشا میرن پیشش بهش میگن تو که از تو فیف از تو نیست، تو میری به این با این نابغه‌ای که تو هستی فلان اینا بیا چیز بشو نگاه کن ببین اکثریت دنیای متمدن تو اروپا همشون چیز مسیحی هستن، تو چی نونم جود تو سری خور فلان اینا حیف از تو نیست. So the story goes that he tells them نمیدونم چند سالش بود، he was a young teenager. میگه اوکی بریم دو سه روز دیگه بیا من جوابتون میدم. وقتی اینو برمیگردن میبینن که وقتی میان میبردشون بیرون جلو خونهش میگه نگاه کنید به آسمون، میگه نگاه کنید چی میبینید؟ میگه اونجا ببینید اونجا فرشته ها دارن فیولون میزنن، شیرا میخونن، فلان اینا نگاه میکنن هیچی نمیبینن، ولی خجالت میکنن. این بچه جوده میره و نمیبینه، میگه آره منم دارم میبینم. حالا اینا دفعه اینا کشیجانی دارن چیز میکنن، مردم خیابون میان، همه میان میگن چیه، میگن اینا همه از رو درباسی میگن آره اونجا ملخی میزد کرد، دارن ویولو اینا میزنن. بعد از چند وقت این چند صد نفر وایسادن تو خیابون، همه دارن این فرشته هایی که ویولون میزنن رو میبینن. رابیون تا اپشیتس میاد بعدن اون پریستر رو میکشه چکره، میگه ببین همش دروغه، هیچ اونجا نیست، ولی نگاه کن همه خودتون you all fell for it و نگاه کن همه اینجا 500-600 نفر دارن دارن. ما دیدیم تو ایران خمینی ها تو ماه دیدیم آره زی همه 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 But for anyway, so that Rabotai, this is we have to realize Baruch Elokeinu Shebara'anu Lichvodom Vehivdilanu Minat To'im. HaKadosh Baruch Hu ma ra az in ishtebahat o in gomrahiya nejat dade be ma Torat emet dade. Torat emeti ke the interesting thing is ke ona ham qabul daran. Islam, Masihiyat, hameshun qabul daran ke Torah ma it's God given. There is consensus on that. Anyway, so اینجا کیه دبر شالوم واسه اینجور رفتیم تو این بحث این، چون که شالوم جدن یکی از چیزهایی که مشیخ is gonna bring the true Messiah. Right? مشیخ ایروبای کپلان یک کتاب داره The True Messiah in English. It's a booklet, beautiful booklet. Right? You could دوتا همه بوکستورا دارنش. وقتی که جدن بیاد that's ملخ مشیخ is gonna bring true peace. It's gonna be شالوم. So دفعه میگه که یه آقای دکتری امروز صبح تو کلل میگفت یکی از کارمنداش بهش گفته که you don't believe that he was the messiah and I'm گفته نه if I believed in that I would be Christian. گفته بود ببین وقتی بیاد معلوم میشه if it's the first coming it's ours if it's the second coming it's yours right. So anyway وقتی اون که دبر شلوم الامو و ال خسیدا و ال یشو و نخسلا و میگه دیگه اون وقت طبق این روایت اصلا دیگه کسلا میشه شتوت، یعنی دیگه اسرائیل یه تراره از ما برگرفته خواهد. البته این جریان مخلوقته که وقتی ما شیخ میاد آیا
هنوز ما یتراره خواهیم داشت یا نه؟ بعد رمبام میگه که نه، یه وقتی ما شیخم بیاد هنوز یتراره داریم. گفتین امروز جشن اول رمبامه. بعد رمبام میفرماید که ما شیخم که بیاد سال رمبام. سوها رمبام میفرماید که وقتی ما شیخ بیاد علم هاگو نوهگ. میگه it's not gonna be big revolution. دنیا طبق روال عادیش هست. تنها چیزی که هست که اسرائیل دیگه میدونین استقلال حقیقی خواهند داشت و دیگه گویما با ما کاری ندارن. میتونیم یک پرکتیس هوا دشمن رو خواه از گالوت در میاییم. دقیقاً ما الان متاسفانه توی اسرائیل هم دو گالوت هستیم. باید گالوت هم از اسرائیل بیاریم بیرون. anyway. و این ولی یک رویه دیگه است که بیشتر نقوبالیمه و یکی هم پروفاش اینجاست دیگه وعل یا شوول خسلا کنی اسرائیل دیگه چون گمارا میفهمید که این آدم عویرا نمی کنه خطا نمی کنه مگر اون که برای نسبت روح حماقت توش رفته روحش دود اینجا داره میگه که وعل یا شوو این وقتی مشیخ بیاد شالوم حقیقی خواهد بود یه دبر شالوم دم و بلخصی دار و الیاشوول خیسته یعنی یه خطا نخواهند کرد خیسته میراشون کسیلوت کسیلوت میشه کوتاه فکری اخ غروب لیرعاویش و لیشکن کاود برسن و داوید ملک میفرماید که اون وقت چی میشه؟ غروب لیر خداوند به اونایی که ازش شیرت شما میدارن نزدیک خواهد شد لیرعاویش و نجاتش لیشکن کاود برسن که شخینای خداوند مجددن تو سرزمین ما تو ارتسیال این باید ساختم شد به تمقداش اونجا ساکن خواهد شد البته میگن نه مثل به تمقداش دوم بلکه مثل به تمقداش اول به تمقداش دوم در مقایسه با به تمقداش اول چندین شورت کامینگ داشت به اصطلاح چیز بود کمبود داشت اولا آرون و کپورت لوخوت نبودن به تمقداش دوم اینا همینطور میدونین تو گنیزامون وقتی شما ملخ قبل از خوبان به تمقداش اول آرون و که توش به خود بود و پنهان کرد به تمقداش دوم پیداش نکردن به تمقداش دوم اصلا دو قدش اقداشیم یدیدن هف دهد right. تو قدش اقداشیم یدیدن هف آرون و کپارت اونجا نبود آرون و اون فرشته ها و لوخوت پیداش نکردن تو به تمقداش سوم خواهد بود This is one دیگه چی؟ به تمقداش اولین آتش واسه میزبیخ از شمایم از آسمان اومد به تمقداش دوم نبود به تمقداش سوم باز برخواهد گشت به اون لول به تمقداش اول همینطور در زمان به تمقداش دوم دیگه ما نبوت و اینا نبود اینجا باز نبوت برخواهد گشت و همینطور هم اوریم و تومیم اون اوریم و تومیمی که توان پارشای این هفته است که بدیم کوهن گادول اوریم و تومیم رو سینش حمل میگرد چرا اهرون کوهن بله چرا اهرون کوهن نه چرا اهرون کوهن حقادش برخوبش این اوریم و تومیم رو سینش داد تو میدراش پارشه هفته میگه چون که خداوند به موشه چی گفت موشه نمیخواست بره اسرائیل رو از مصر بیاره بیرون چرا؟ به خاطر اینکه اهرون برادر بزرگ اگزکتلی موشه ربنو گفت ببین خداوند من تمام نجات اسرائیل ارزش این که من احساسات برادر بزرگترمون جنگیدار بکنم ما نداره هفت روز خداوند داشت موشه را فشار پوشش میکرد که بره اسرائیل را از مصر موشه ربنو گفت من نمیرم گفت من نمیرم برادر من از من بزرگتره به اون میرسه ناراحت میشه خداوند گفت ببین نه اهرون قلبن خوشحاله قلبن تو گمارا میگه چون اهرون نکنه همچین قلب خوبی داشت که جدن قلبن خوشحال بود خداوندش چیز داد خوش میشپات داد رو قلبش حالا این خوش میشپاتی که اهرون نکنه رو قلبش رو سینش حمل میکرد اینا با هاشم کامیونیکیت میکردن باش سوالی که داشتن میدونیم وقتی سوال داشتن مثلا دفعه راجع به خنا صحبت کردی right. وقتی خنا اومده بود داشت فیلا میخوند الیا کوهن فکر کرد که این شیکوراست مسته right. اومد چی کار کرد؟ اومد کاغذ گذاشت الیا کوهن کوهن گادول بود اومد کاغذ گذاشت وقتی سوال داشتن سوالای چیز میذاشتن سوال رو میوشتن میذاشتن زیر این یه پیشبند دولا بود و روش این چیزه به اصطلاح خوشنشپات بین این دوتا آیجو که تا شده بود سواله رو میذاشتن و بعدا حروف جواب برق میزد معجزه آسا الیا کوهن و این حروف برق زد حروفی که برق زد که سارا که شرا
رایت اینکه این نه مثل سارای منو عقیمه هستی کشراست ولی الیا کوهن کدش رو بلد نبود چون اینو با هم دیگه برق میزد اون فکرت شیکوراست همه حروفه فکرت شیکورا همه حروفه فقط ترتیبش فرق میکنه اوریم و تومیم تو به تمیقداش سوم خواهد بود به تماش دوم نداشت بنابراین اینجا داوید الملک میگه که چی خواهد شد که جدن شخینا بر میگرده وقتی مشیخ بیاد بعدن تو ارتسیس تو به تمیقداش مثل به تمیقداش اول فقط let's conclude با یک beautiful خفتس خاییم خفتس خاییم میگه که این برگشتن حوادش بارخو به یروشالایم به بیت المقدس دست ماست خفتس خاییم یه مثال میزنه میگه که یه نفر ملتی میلیونر توی یک شهر که میاد همیشه میرفت توی هتل 5 ستار هتل یه دفعه صاحب هتل میگه اومده تو شهر نیومد تو هتل من میره بهش زنگ میزنه فلانی رایت اینو چه عجب چیز بدی دیدی یاره اون دفعه ماندم تو هتلت اینو من بدرفتاری کردن من بیمحلی کردن I changed میگه نه پلیز کام بک میگه اگه قول میدی که جدن این دفعه با من درست چیز بکنن I'm gonna come back رایت سو خفت خیلی میگه اینجا موضوع حقادوش برخو ماست میگه حقادوش برخو کجا بود تو به تمیقداش با ما بود ایسیالا بدرفتاری کردن نمیخوام این چیکار کردن به تمیقداش اول رایت چیکار کردن اومدن بت پرستی کردن بت آوردن تو به طبق داشت رایت به طبق داشت دوم سینت خینان بین اسرائیل ها چیز کردن حقادش خود بیرونش کردن هاشم میگه میخوای من برگردم دو مرتبه بین شماها باید لایق باشین اول بین خداتون رو درست بکنین رایت خفتس خیم اینجوری میگه که جدا سینت خینان رو دور بکنین که من برگردم پیش شما همینطور میگه کابود کنیسه هاتون رو داشته باشین کنیسه ها چیه مقدس معت وقتی ما میایم تو کلیسای میرم لاشوناره میگیم حرف میزنیم فلان میزنیم هاشو میگه چرا بیام میرم جای دیگه ایز نات گونه کام بک ولی واسه این میگه که عشق خفتس خیم تو همین پاسوخه میگه میگه خداوند میگه که آی گونه کام بک اخ قرو لراوی شولیش اون کاود برسن هاشو میخواد دو مرتبه بیاد ساکن بشه بین ما ولی وی نید تو بی اینوایتینگ اند تو هاف دی پراپر ریسپکت که ان شاء الله زوخه بشه هر چه زودتر که به تمیقداش دو مرتبه آباد بشه و شخینای هاشم بیاد بین ما و انقدر ساروت از دنیا وقتی به تمیقداش بود انقدر ایسوریم نبود این صد دفعه وقتی به تمیقداش بود انقدر ایسوریم که ما الان داریم ببینین تو دنیا نبود واسه این ما هی تفیلا بخونیم که ان شاء الله هر چه زودتر به عزتش فور اور اون سیک که زوخه بشیم آمین کنی رو تو آمین نیستانه بسته میشه بله بیمارستانه بسته میشه زندونه بسته میشه یس امینه بسته میشه به عزت شد ریهابیلیتیشن بسته میشه